سلام به همه فوتبالی ها، مخصوصا توپ سخنگوی عزیز. حالتون چطوره بچه ها؟ امیدوارم که حالتون عالی و دلتون خوش باشه. کلیپ قبلی رو که ما ساختیم خیلی منتظر کامنتاتون هستیم که ببینیم که با اخبارهایی که تیتروار و خیلی سریع گفته میشه بیشتر موافقین یا با اخباری که با جزئیاته. ممنون میشم اگر این کلیپ هم دارین باز میبینید نظراتون رو بس ما کامنت بذارین. پس لطفا لایک این کلیپ هم بکوبین، بسمون کامنت ها هم بذارین و ممنونیم که ما رو سابسکرایب میکنید. بارسلونا از خرید ستاره منچستر سیتی کنار کشید. به نظر نمیرسه که به این زودی ها برناردو سیلوا رو در لباس بارسلونا ببینید. چند وقتیه که بارسلونا به شدت به دنبال جذب برناردو سیلوا ستاره پرتغالی منچستر سیتیه. دلیل به تعویق افتادن این اتفاق هم برچسب 70 تا 80 میلیون پوندی که روی سیلوا گذاشته شده. بارسلونا که در فصل نقل و انتقالات تابستونی بیشترین خرید رو بین تیم‌های 5 لیگ معتبر انجام داد، به نظر نمیرسه که خرید بزرگی در زمستون داشته باشه. حالا باید دید در ادامه کار آیا سیتی به سیلوا اجازه میده تا با قیمتی کمتر از اتحاد بره یا نه. تماس بارسلونا با مدافع فرانسوی بایر مونیخ. به نظر میرسه که بنجامین پاوارد، مدافع راست فرانسوی بایر مونیخ، آخرین فصل حضور خودش رو در جمع باواریا تجربه میکنه، چرا که این تیم آلمانی اجازه داده که او با تیمهایی که به دنبالش هستش مذاکره کنه. به نظر میرسه که بارسلونا با داشتن نصیر مزروی و استانیسیچ دیگر نیازی به بنجامین پاوارد نداشته باشه و همین ترتیب مشکلی با جدا شدن اون نداره. در حقیقت هکتور برین که در تابستون گذشته به بارسلونا پیوست نتونسته انتظار رو برآورده کنه و همین قضیه موجب شده تا سران آبی اناری ها همچنان به دنبال جذب یک بازیکن جدید باشن و به نقل از کیکر نمایندگان بنجامین پاوارد با بارسلونا در تماس بودن و صحبت‌های میان آنها پیرامون انتقال بازیکن فرانسوی به بارسلونا رد و بدل شده. مهاجم بارسلونا خواستار بازگشت به منچستر یونایتد در سال جدید. به نظر میرسه که ممفیس دیپای، مهاجم هلندی بارسلونا، خواستار پیوستن به جمع شیاطین سرخ در سال جدید میلادی یعنی سال 2023 است. ممفیس دیپای در حال حاضر تا پایین فصل جاری با آبی اناریا اعتبار داره و با توجه به عملکردی که این بازیکن در تیم جاوی داشته بسیار بعید به نظر میرسه که بارسلونا قرارداد جدیدی با او تنظیم کنه و به این ترتیب این مهاجم هلندی در مسیر جدایی از بارسلونا است. دیپای دوست داره که زیر نظر سرمربی هلندی منچستر یونایتد کار کنه و علاقه ویژه به رفتن به منچستر یونایتد داره. دیپای که در حال حاضر 28 ساله است بین سال 2015 تا 2017 در منچستر حضور داشته. هدف بعدی النصر گرونترین بازیکن تاریخ رئال مادرید. گفته میشه که باشگاه النصر عربستان این بار به دنبال خرید ادن هازارد ستاره بلژیکی رئال مادرید. باشگاه النصر عربستان این روزها به یکی از خبرسازترین باشگاه‌های دنیا تبدیل شده. علتش البته روشنه. النصر در روزهای گذشته با گرونترین قرارداد تاریخ فوتبال کریستیانو رونالدو رو به ریاض برد و با امضای قراردادی 2.5 ساله متعهد شد به او در هر سال 200 میلیون یورو دستمزد پرداخت. گزارش‌ها از عربستان حاکیه که النصر تنها به خرید رونالدو راضی نیست و به دنبال اضافه کردن چند بازیکن نامدار و البته گرون قیمت دیگر به تیم خودش هست. گفته میشه هدف بعدی النصر ادن هازارد از رئال مادرید. یوونتوس به دنبال جذب بازیکن 33 ساله بارسا. به نظر میرسه که یوونتوس به جذب جوردی آلبا بازیکن با سابقه بارسلونا به طور ویژه‌ای تمایل داره. در حال حاضر جوردی آلبا تا تابستون 2024 با بارسلونا قرارداد داره و از اون دست بازیکنایی نیست که قراردادش در تابستون پیش رو به اتمام برسه و تبدیل به بازیکن آزاد بشه. خود جوردی آلبا دوسته که تا پایان قراردادش در بارسلونا بمونه. در واقع بیانکوریا به دنبال یک گزینه ارزون قیمت در بازار نقل و انتقالاتن و با توجه به شرایط سنی جوردی آلبا به نظر میرسه که این بازیکن یک گزینه مناسب برای اون باشه، چرا که او 33 ساله است و دیگه بارسا نمیتونه چه این بازیکن رو با قیمت بالا بفروشه. ممنونم که در یک کلیپ دیگه همراه ما بودیم. منتظر کامنت ها و نظراتتون هستیم.